رد کلاکت. چرا تو 90 کم میری؟ راستشو بگم من خیلی اصلا نمیرم 90. بگم دو سه دفعه بیشتر نرم. من کلا تو 90 شاید به اندازه یک، یعنی بعد از اینکه داوری تموم شد، یعنی 86 که تموم شد، تو این 10 ساله شاید 5 بار رفتم به 6 بار. و یه بار آقای فردوسی پور گفت من به خاطر آوردن شما تو 90 تو فشارم، ولی نمیدونم که این چه فشاریه که ایشون تو فشار شبکه 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و جام جم تو فشار نیست. نمیدونم این چه فشاریه، فقط ایشون تو فشاره. عادل من خیلی دوست دارم و خوشم میدونم، تو کارشم زیاد میذارم. یا اینکه مثلا بعضی میگن چون ما میریم شبکه ورزش، شبهای فوتبالی، همین شبهای فوتبالی هم یادتون باشه خانم، سال دیگه میگه خسروی نیاد. ببین کی بهتون گفتم نه دوستم افشین عبدالله یانو تفکر به برنامه. بعد من میرم شبکه 3 یه مجری خانمو میذارن جلوی من، میشه شو شبکه 3 یه برنامه که مال شهرداریه، من میرم یه مجری میذارن خانمو میگن حالشو بگیر. خوشبختانه خاله اون خانم گرفته شد، حالا اسمشو نمیبرم، خوشم میاد که برنامه دیگه. آقای فردوسی پور به من اینو گفته که من به خاطر آوردن شما تو برنامه 90 تو فشارم و هر موقع شما رو میارن از بعد ایراد میگیرم. اینو از جاهای مختلف نظارتی صدا و سیما استعلام کردیم، گفتن ایشون دروغ میگه، میگن ایشون آدم بسیار کینه. نمیدونم ما چه جنایتی در حق ایشون کردم، برشاد خود ایشون میدونه در سال 78 کی کمکش کرد برنامه 90 شد. همه میدونن 79 80 81 82 کی از صدا و سیما ما که میرفت خونه تا 4 صبح تلفنی صحبت میکرد. آدم که نباید یادش بیاد. نه اصلا من نه مثلا من 10 سال داوری نمیکنم، مردم به من خیلی احترام میذارن. و اینکه جرم برنامه شبهای فوتبالی و لیگ یک رفتن، جرم شبکه های دیگه رفتن. مثلا اگه رضا رشیدپور ما را دعوت کنه 8 صبح برنامه حالا خورشید بریم، مثلا شبکه 3 یا میگن برنامه‌گیشون، نمیدونم این تفکر چه جوریه. یا اینکه ایشون خیلی ماشاءالله به کار خودش اعتقاد داره و بسیار آدم قوی، عادل خیلی قویه، عادل بسیار قویه، چون همه میگن تو مسائل اخلاقی و مالی پاکه، که انشالله حتما همینطوره، انشالله حتما همینطوره. به خنده من نگاه نکن، اینو پاکه، من دارم میگم پاکه. ولی اینکه توی کشور میگن کار اخلاقی نکن، کار مالی نکن، هر کاری دلت خواست بکن، اینجوری هم نیست. خیلی اصلا خیلی کارا که همه کارا دارن میکنن، ولی عادل آدم پاکیه، من اینو اعتقاد دارم. ولی به نظر من هم کینه هم دروغ گفت، سر من دروغ گفته. اینو میتونن رؤسا شهادت بدن، حسین آقا زمانی بکنه.